مصاحبه با دکتر جو ویتالی توسط کوری باسارابا قسمت سوم. کوری. پس اگه درست متوجه شده باشم، این الگوی فکری در اکثر ما نهادینه شده که هر زمان مشکلی پیش میاد سعی میکنیم برای حل اون به بیرون مراجعه کنیم یا دست کم این طور آموخته ایم. هوپونوپونو روش دیگری برای نگریستن به مسائل رو به ما نشون میده که در اون فرد به درون نگاه میکنه و از خودش سوال میکنه که مشکل کجای درون من نهفته است. این کار ابزار لازم برای حل مشکل رو در اختیار فرد قرار میده. فکر میکنم نحوه کار این روش به این صورت است که وقتی فرد پاک شد، آزاد است تا به بیرون برود و برای خلق ثروت کارهای عجیب و غریب بکند، یا به فرد این آزادی را می دهد که وارد عمل شود، در حالی که شاید در گذشته بیشتر در دلهوره و نگرانی به سر می برده. هوپونوپونو فرصتهای جدیدی به روی فرد می گشاید. درست می گویم؟ جو، حق با توست، اما باید گفتنت را کمی کامل کنم، چون اولین قدم این است که بدانم آن بیرون مشکلی نیست. این یکی از اولین چیزهایی است که در هوپونوپونو می آموزیم. هیچ مشکلی آن بیرون وجود ندارد. یکی از معروفترین جملات دکتر هولن که در تک تک سمینارهایش می گوید و مطمئنم در سمینار محدودیت صفر هم گفته این است: آیا توجه کرده اید که هر جا مشکلی هست شما همان جایید؟ هر وقت او این را می گوید هزار می خندند. به نظر من که ورد فوق‌العاده است. قرار است ترانه‌ای بنویسیم و این جمله را در آن بگنجانیم، چرا که واقعاً هر وقت مشکلی پیش می آید شما هم آنجا حضور دارید. چرا اینطور است؟ چون شما در خلق آن مشکل نقش داشته اید و این شرکت داشتن یک رخداد درونی است. وقتی از درون به مشکلی می پردازید و درکتان را از آن پاک می کنید، آن بیرون یعنی فهمتان از دنیای بیرون هم درست می شود، دگرگون می شود، دست خوش تغییر می شود، دود می شود و به هوا می رود. ممکن است طوری ناپدید شود که حتی یادتان هم نیاید که زمانی چنین مشکلی وجود داشته. تا این حد از حافظه‌تان پاک خواهد شد. قدرت پاک کردن تا این اندازه است. پس به عنوان مثال، وقتی افراد در مورد ثروت و نگرانیشان در آن مورد پاکسازی می کنند، از فرصتهایی استفاده می کنند که قبلا هم پیش رویشان بوده، اما به آنها عمل نمی کردند. شاید کارهایی بکنند که قبلا نمی کردند. شاید هم نیازی نباشد کاری بکنند، بلکه فقط باید به زندگی عادیشان ادامه بدهند، واقعیت آن را نفس بکشند، کارهای همیشگیشان را انجام بدهند و ثروت خود به خود به سمتشان بیاید، چون دیگر مانع آن نمی شوند. پس اتفاق دیگری که می افتد تغییر درک شماست. شما یاد گرفته اید که دیگر به بیرون نگاه نکنید، مانند نگاه کردن از پنجره طبقه دوم دفتر جدیدم و دیدن آن درخت‌های خارق‌العاده که دنیا را جهانی انبوه از ثروت می‌نمایند. اما زمانی دهه‌ها پیش که فقیر و بی‌خانمان بودم و با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کردم، جهان را اینطور نمی‌دیدم. به بیرون که نگاه می‌کردم، چیزی جز مشکلات نمی‌دیدم. در حالی که درخت‌ها هم بودند، فراوانی و ثروت هم بود. پس وقتی در درونمان مسئله را پاک می کنیم، گویی ذهنمان وسعت پیدا می کند. اما به واقع آنچه از هم گشوده می شود، پرده های ذهنمان است که تمام مدت بسته بود. پرده ها کنار می روند و شما می توانید فرصت های پول، ثروت و غیره را ببینید. کوری، صحبت‌هایت واقعاً کمک کننده بود. خود من به درونم که نگاه کنم مشکلات فراوانی خواهم دید. من مسائل را در قالب مشکل در درونم تجربه خواهم کرد و با رها کردن آنها برگ جدیدی از زندگیم را ورق خواهم زد.
جو. چند لحظه همینجا مکس کن، چون خیلی جلو رفتی. وقتی مشکلات را در درونمان تجربه کردیم، اول از همه باید بدانیم که مشکلات همانجا هستند، در درون ما، نه در بیرون. شما مشکلات را بیرونی می دانید، چون با چشم، گوش، سر و مغزتان به آنها می نگرید. تمام مشکل در مغز شماست، در سیستم ذهنی و بدنیتان. مشکل در درون ماست، در درون خود ما و در ذهن و روانمان. وقتی آن را در آگاهی ما نگاه داشته و روی آن متمرکز می شویم، به مشکلاتی که آنقدر بزرگند که امکان ندارد از لابلای انگشتمان بلغزند، متوجه می شویم که تعداد آنها بسیار زیاد است. پس باید روی مشکل متمرکز شوید، روی آن لنگر بیاندازید، به آن چنگ بیاندازید و بگویید دوستت دارم، لطفاً مرا ببخش، متاسفم و سپاسگزارم. روی آن تمرکز کنید تا حل شود. وقتی کاملاً از وجودتان خارج شود، دیگر در خود احساسش نخواهید کرد. به بیرون که نگاه کنید، آن را نخواهید دید. دیگر آنجا نخواهد بود، یا حل می شود یا از شما دور خواهد شد. ممکن است باز هم مسائلی وجود داشته باشند که نیاز به پاکسازی دارند و فرمان پاک کردن آنها از درونتان تراوش خواهد کرد. کوری: درست و کاملا معقول، قطعا مشکلاتی داشتم که حلشان کردم و دیگر به آنها فکر نمی کنم. کاملا از بین رفتند و تسریع این روند چقدر دشواره. اما این کار فرصت‌های زندگی رو برام لذت بخش می‌کنه. خیلی هیجان انگیزه. وقتی افراد می‌پرسند که چطور می‌تونن از این روش برای امور مختلف و متفاوت استفاده کنن، یکی از مثال‌های فراوانی که دارم و فکر می‌کنم در مورد اکثر ما صدق می‌کند این است: چطور میتونم از این روش برای بخشیدن کامل یک نفر استفاده کنم؟ جو: فراموش نکنید که مسئله طرف مقابل نیست، بلکه خود شمایید. کاری که باید بکنید این است که خودتان را ببخشید. این است اولین کاری که در اینجا باید انجام بدهید. شاید خوب باشد در این لحظه این چهار جمله را کمی باز کنم. شاید این که میگویم هر وقت احساسش کردید این چهار جمله را بگویید ساده به نظر بیاید، اما وقتی این جملات را میگویید در اصل دارید چه کار میکنید؟ من به شخصه میگویم متاسفم که آگاه نبودم. لطفاً مرا ببخش که از برنامه‌ام، از باورهایم و از منفیگریم نسبت به خاطرات گذشته آگاه نبودم. مرا ببخش و متاسفم که به نقش خودم در خلق مشکلی که اکنون حس می کنم آگاهی نداشتم. هوشیار نبودم و در مقابل آن احساس مسئولیت نمی کردم. شما در واقع دارید اینها را می گویید. قدم بعدی تشکر است. از روح الهی تشکر می کنید. شاید برخی از افراد اسم آن را خدا، تا او، زندگی، طبیعت یا هر چیز دیگری بگذارند که این میدان انرژی عظیمتر از ما را توصیف می کند و ما بخشی از اوییم. شما از روح الهی به خاطر پاک کردن مشکل از درونتان قدردانی می کنید. من دوست دارم دوستت دارم را در آخر بگویم. شما هم می توانید آن را هر کجایی که دلتان خواست بگویید. اما وقتی این جملات را با دوستت دارم به پایان میبرید، با عشق یا هر واژه‌ای که برای توصیف روح الهی یا جوهره جهان هستی و سرشت خودتان به کار میبرید، شروع میکنید به بازگشتن به اصل حیات خیشتن. بار دیگر با روح الهی یکی میشوید و خود را تقدیم وجود او میکنید. بنابراین متاسفم، دوستت دارم، لطفاً مرا ببخش و سپاسگزارم فقط چهار جمله نیستند، بلکه بسیار فراتر از اینها هستند. در پس تک تک این جملات میدانهایی از انرژی نهفته است.
اینها مانند قفل ترکیبی معنوی هستند که احساسات مرتبط با خودشان را در وجودتان آزاد می کنند تا رها و آزاد شوید. مهم نیست مسئله بخشیدن فرد دیگری باشد یا سلامتی خودتان یا هر چیز دیگر. در حین گفتن این جملات در درونتان روی چیزی که حس می کنید مشکلاتتان است تمرکز کنید. پس با هر مشکلی که سراغم بیاید به دلایل مختلف همین دستورالعمل را برای حل آن ارائه خواهم داد. در هر صورت جواب یکسان است. کوری پس در مورد هر آنچه که به عنوان مشکل یا مسئله تجربهش می کنیم هم همین روند رو باید طی کنیم. جو از تمایزی که بین جملات ایجاد کردی خوشم اومد. مهم بود که بدونم بابت چه چیزی دارم تشکر می کنم و به چه دلیل متاسفم. چون چند نفر برام نوشتن که وقتی می گویند متاسفم احساس می کنند که کار اشتباهی کردند. در صورتی که اینطور نیست. به همین دلیل در مقابل گفتن متاسفم احساس مقاومت می کنند. جو مهمترین چیزی که افراد در مقابل آن مقاومت می کنند چیه؟ اگر از من بپرسید اولین و مهمترین چیز پذیرفتن مسئولیت تمام چیزهایی است که در زندگیشان وجود دارد. همانطور که در ابتدای مصاحبه گفتم این کاری بزرگ و مهمترین کار هاست. زیرا انجام آن به جای اینکه شما را بترساند به شما قدرت می بخشد و آزادتان می کند تا مسائلی که وجود دارند یا برداشت شما این است که وجود دارند را حل کنید. من در طول سالیان سال بارها از افراد شنیدم که می گویند نمی خواهند بگویند متاسفم چون باعث می شود احساس کنند کار بدی انجام دادند یا گناه یا جنایتی مرتکب شدند. یک بار در این باره با دکتر هولن صحبت کردم و او گفت خب اونها میتونن به جای این جمله بگویند لطفاً مرا ببخش، اما مخاطبان من در برابر این جمله هم مقاومت کردند چون من در ابتدا متاسفم را پیشنهاد داده بودم. دکتر هولن گفت خب مجبور نیستن آن را بگویند، اما بهتر بود این مسئله را هم پاک میکردن و میگفتند متاسفم. کوری پس وقتی این جمله را میگوییم باید هر آنچه احساس به همراهش میآورد را هم پاک کنیم؟ جو بله باید پاک کنید و من در این مورد سخنرانی های فراوانی داشتم. ما چند رویداد محدودیت صفر برگزار کرده ایم و شرکت کنندگان اغلب از مشکلاتشان با گفتن متاسفم گله میکردند. من هم میگفتم میدانید من بارها به مراسم تشییع جنازه رفتم و به خانواده داغ دیده که رسیدم گفتم متاسفم. چرا این را میگویم؟ متوجه شدم که بقیه هم به افراد عزادار همین را میگویند چون در خانواده آنها کسی فوت شده است. امروز صبح داشتم با مردی صحبت میکردم که مراجعه کننده‌ای داشت که به بیماری مهلکی مبتلا بود. خودش و اطرافیانش به شدت نگران بودند و من به او گفتم متاسفم. چرا باید این را بگویم؟ من مستقیماً نقشی در این مسئله نداشتم. حتی این افراد را نمی شناسم. اما احساس می کنم همدلی پاسخ مناسبی است. سعی دارم با گفتن این جمله به چنین افرادی به طریقی به آنها عشق و آرامش هدیه کنم. وقتی به روح الهی می گویم متاسفم، فکر نمی کنم که گندی زدم، بلکه گمان می کنم که آگاه نبودم و همه ما به شدت تحت تأثیر ناخودآگاهمان هستیم. خودآگاهمان فقط بخشی از وجود ماست. منبع اصلی قدرت در ناخودآگاه است. ناخودآگاه انسان یک راکتور هسته‌ای است. ناخودآگاه انسان انباری است از اطلاعات و برنامه‌ها، در حالی که روح ما از آن خبر ندارد. ما در اغلب موارد ناخودآگاه کاری می‌کنیم و بعد یا خودمان متوجه آن می‌شویم یا دیگری آن را به ما گوشزد می‌کند. یا ممکن است در شرایطی با شخصی یا چیزی که به ذهن ما مشکل است بر بخوریم و هیچ ندانیم که چطور خودمان ناخودآگاه در ایجاد این مشکل نقش داشته ایم.
پس میگویم متاسفم که آگاهی نداشتم. لطفاً مرا ببخش که از آنچه در ناخودآگاه هم بود آگاه نبودم. اما بیا حالا بر روی آن کار کنیم. سپاسگزارم که آن را شفا می‌دهی. پاک می‌کنی و می‌زدایی. دوستت دارم. کوری، چه مثال فوق‌العاده‌ای. چون وقتی میگویی متاسفم، منظورت اینه که متاسفم که کسی در شرایط ناراحت کننده ای قرار داره. علاوه بر این، وقتی متوجه میشویم که ناخواسته احساسات کسی را که برایمان عزیز بوده جریحه دار کرده ایم و او را رنجانده ایم، رو به او میگوییم به خاطر کاری که با تو کردم متاسفم. میدونی؟ با اینکه این کار را عمدن انجام نداده ایم، احساس میکنیم باید بگوییم متاسفیم. جو، عالی بود. این مثال از مثالهایی که من آوردم هم بهتر بود، چون این دقیقاً همان کاریست که میکنیم. در این حالت ما ناخواسته طوری فکر یا رفتار کرده ایم که باعث شده احساسی که مطلوب ما نیست به ما دست بدهد. بابت آن متاسفم. نمیدونستم این اتفاق میفته. واقعاً متاسفم. لطفاً منو ببخش. کوری، در این راستا باز هم بحث مهم مسئولیت مطرح می شود. چند تا سوال دارم که فکر می کنم با موضوع صحبتمون مرتبطه، خصوصا به خاطر دورانی که در اون زندگی می کنیم. شخصی نوشته هنوز نمی دونم که آیا در مورد وضعیت فعلی ژاپن مقصر هستم یا نه. دارم سعی می کنم بفهمم و می خوام به این روش تکیه کنم. جو، خوشحالم که اون مشتاقه و به این روش اعتماد میکنه، چون اعتماد کلید اصلی چیزیست که گفتم. من و دکتر هولن در روند اولین سمینار مشترکمان در این باره صحبت کردیم و او همان اوایل از من پرسید آیا تا به حال این جمله را شنیده ای؟ تو واقعیت خودت را خلق میکنی؟ گفتم بله، من یکی از کسانی هستم که در این باره مطلب مینویسد. من در سمینارهای غیر رسمیم در این باره صحبت هم می کنم. او می گوید اگر شما تجربه‌ای مشابه او داشته باشید و کسی وارد زندگیتان شود که مجرم روانی است، آیا خودتان یا او را در جذب آن فرد سهیم نمی دانید؟ به عبارت دیگر، اگر شما خالق واقعیت زندگیتان هستید، راهی برای دور زدن وجود ندارد. راه فراری نیست. هیچ چیزی نمیتواند باشد بی آنکه شما خلقش کرده باشید. اگر شما واقعیت خودتان را خلق میکنید و ژاپن در واقعیت زندگیتان است، اگر تعمیم بدهیم طبیعتاً شما هم دستی در ایجاد آن داشتید. حالا مسئله اصلی این است که وقتی به ژاپن نگاه میکنید از درون چه حسی به شما دست میدهد؟ اگر به شرایط ژاپن به عنوان یک اتفاق خونسا نگاه می کنید و در مورد آن احساس خاصی ندارید، پس وضعتان خوب است و نیازی به پاکسازی ندارید. اما اگر به آن یا هر چیز دیگری نگاه کنید و بگویید اوه خدای من، آخر خط کجاست؟ سیاهی و بدی همه جا رو فرا گرفته. وقتی به شرایط نگاه می کنید و دیگر احساس شادی نمی کنید، بدین معنی است که با قدردانی و سپاسگزاری در لحظه حال زندگی نمی کنید و به مسائل به چشم مشکل نگاه می کنید. باید این نگرش را پاک کنید. کوری، پس باید پاکسازی را در مورد آن دیدگاه یا آن احساسات انجام بدهیم تا جایی که پاک پاک شویم. جو، بله، تا جایی که پاک پاک شوید. در آن نقطه به شما الهام می شود که در این مورد مثلا ژاپن کاری بکنید و یا ممکن است به شما الهام شود که به کار خودتان مشغول باشید، زندگی خودتان را بکنید و در آن مفید واقع شوید. نمی دانم، اما این الهام است و در مورد هر فردی طور به خصوصی است. هرگز از قبل نخواهیم دانست، پس آنقدر پاک می کنیم و می زداییم تا گوشمان محرم الهامات الهی شود. کاری که اغلب ما می کنیم صرفاً عمل کردن است،
اما بعضن حتی از این کار هم عاجزیم و اکثرمان فقط به افکار و رفتار دیگران و به خبرها و زندگی عکس العمل نشان می دهیم. پاسخ نمی دهیم، بلکه فقط عکس العمل آنی نشان می دهیم. الهامات را دریافت نمی کنیم. از در اتصال به روح الهی وارد نمی شویم. کوری: عالیه، چون بسیاری از افراد من مسئول هستم رو با تقصیر من است اشتباه می گیرند و این باعث به وجود آمدن احساس گناه در اونها می شه. پیشنهادی برای پاک کردن این دو مسئله داری؟ جو: بله، سوال فوق‌العاده است و در طول این سالها این سوال بارها و بارها از من پرسیده شده. درسته که ما مسئول آنچه اتفاق می افتد هستیم، اما به هیچ عنوان شایسته نیست خودمان را به خاطرش سرزنش کنیم. سرزنش کردن معمولاً به این معنی است که شما آن کار را عمدن در حق خودتان یا دیگران کرده اید. فکر نمی کنم این روش درستی برای نگاه کردن به مسائل باشد. ما می خواهیم مسئولیت کامل آنچه را از لحاظ احساسی در زندگی من رخ می دهد بر عهده بگیریم. یادم می آید دهه ها پیش یک تبلیغ تلویزیونی بود که تمام جزئیات آن را به یاد دارم. جملاتی که شخص تبلیغ کننده می گفت چنین بود: مشکلی که تو داری تقصیر تو نیست، اما مسئولیتش تماماً با توست. همیشه این جملات را دوست داشتم چون کاملاً پاکند. شما مقصر نیستید، هیچ کس انگشت اتهام به سمت شما اشاره نرفته و نمیتواند بگوید که مقصرید، که مثلاً سیگار میکشید یا مشکل دیگری دارید. مقصر نیستید، بلکه مسئولیتش با شماست. این کار شما را از سرزنش کردن خود به کمک کردن به خودتان هدایت می کند و در این حال کمی هم نوازشتان می کند و حالا شما آزادید تا در مورد این مشکل کاری بکنید. کوری: اگر فکر می کنید که مسئولیت مشکلتان با کس دیگری است یا دیدگاهتان این است که دیگران مسئول زندگی شما هستند، دیگر قدرتی برای تغییر دادن مشکل نخواهید داشت. اما وقتی به جای مقصر دانستن خود، خودتان را مسئول بدانید، به خود قدرت می بخشید تا در شرایط موجود تغییر کنید. جو: بله، و این کار جواب می ده. یکی از مثالهایی که در این لحظه خود به خود به ذهنم اومد در مورد میبل کتزه، یکی از اساتید هوپونوپونو که شاگرد دکتر هولم بود. او دائما سفر می کرد و چند کتاب هم نوشته. او همچنین وکیل امور مالیاتی است. شاید هم کتاب داره، دقیق یادم نیست. اما خاطرم هست که او به IRS می رفت تا از طرف موکلش حسابرسی کنه. او کاری نمی کرد جز پاکسازی و در دیدار حضوری من به من گفت که پاکسازیش کاری می کرد که IRS آنها را از مالیات معاف کند یا مالیات و جرایم بسیار سبکی برایشان در نظر بگیرد. اکثر مردم وقتی به IRS فکر می کنند با خودشان می گویند که خب این یه شرکته و ما هیچ کنترلی روی آن نداریم. نمی توانیم در مورد آن کاری بکنیم. این صحت ندارد و این طرز فکر ما را دچار مشکل می کند. روی کرده میبل کتز این است که IRS بخشی از درون خود اوست و او از درون هر گونه ارتباطی را که بین او و IRS وجود دارد پاکسازی می کند. دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم. و اینها باعث ایجاد تغییر می شوند، چه در احساس و چه در انعکاس واقعی دنیای بیرون. نمیدانم یک توصیف استعاری و متافیزیکی مانند این چقدر میتواند گویا باشد، اما از دیدگاه هوپونوپونوی محدودیت صفر، وقتی درون را تغییر میدهید بیرون هم تغییر میکند. من در تازه ترین رویداد محدودیت صفر که چند بار به آن اشاره کرده ام مقابل جمعیت ایستادم و گفتم: میدانید، تلاش برای تغییر دنیای بیرون دیگران درست مانند این است که اول صبح جلوی آینه روشویی بایستید و به جای اینکه
خودتان را آرایش یا صورتتان را اصلاح کنید، این کار را روی آینه انجام بدهید. کوری: آره، من اون قسمت رو دیدم. تشبیه فوق‌العاده‌ای بود و مخاطبان را خوب متوجه مطلب می کرد. من هم کاملا مطلب رو حذف کردم. جو: بله، شرکت کنندگان خوب متوجه شدن. در واقع فیلم مردار وقتی این رو شنید از خنده روده بر شد. دیدم که از خنده تا شد و نقش زمین شده. حرفم به دلش نشست، اما این دقیقا همون تصویریه که سعی داریم در هوپونوپونو ارائه بدیم. ما قصد نداریم اون بیرون رو تغییری بدیم. انعکاس بیرونی از تصویر درون ما نشأت میگیره. ما میخواییم نقاش این تصویر درونی رو پاک کنیم و اون کسی نیست جز کسی که اون رو تجربه میکنه. کوری: کاملا منطقی است. اینجا یه سوال خوب دیگه دارم. جو: آیا وقتی پاکسازی میکنم باید در شرایط ذهنی خاصی باشم یا میتونم صرفا جملات رو ادا کنم؟ حتی وقتی اول صبح در حال رانندگی به سمت محل کارم هستم؟ جو: سوالتو دوست دارم. در یکی از برنامه‌های رادیویی که برای نایتینگل کنانت می‌سازم، یک سی‌دی کامل ساختم که در اون فقط صدای من است که می‌گوید: متاسفم، لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم، متشکرم. درست مثل یک ورد پشت سر هم تکرار می‌شود. افرادی را می‌شناسم که تمام طول روز را با نوای این ورد رانندگی می‌کنند. در واقع چند سال پیش در لس آنجلس بودم که شنیدم افرادی درباره برنامه تلویزیونی جو ویتالی، یعنی خودم، حرف میزنند. به علاوه در لس آنجلس سوار ماشین خانومی شدم و او موسیقی مرا گذاشت. او میگفت همیشه به آن گوش میدهد و هر وقت که موسیقی پخش میشود ترافیک از بین میرود. او حالا در لس آنجلس است. یک روز صبح داشتیم به استدیو می رفتیم. یادم نیست کدوم استدیو بود که اون گفتش که به خاطر ترافیک باید یک ساعت زودتر حرکت کنیم. گفتم خب باشه، یک ساعت زودتر حرکت می کنیم. پس سوار ماشین شدیم و اون سیدی رو گذاشت. صدای آواز من بود. صدا رو کم کرد. طوری که می تونستیم صدای همدیگر رو بشنویم. اون روز ما یک ساعت زودتر به سر قرار رسیدیم چون در لس آنجلس ترافیکی نبود. بنابراین نه، نیازی نیست در شرایط ذهنی خاصی باشید. به نظرم کافی است عادت کنید که چه به تنهایی و چه با کمک فایل صوتی جملات را بگویید. من تنها گفتن آن را دوست دارم چون باعث می شود ملکه ذهنم باشد و به حدیث نفسم تبدیل شود. اغلب افراد همین حالا هم دائما خود تکلمی دارند. خود تکلمی آنها فقط از چه باحال، نمیفهممش، یادم رفت به گربه غذا بدم و چیزهای دیگری تشکیل می شود. وقتی شروع به تکرار جملات می کنید، متاسفم، دوستت دارم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم و دوستت دارم، به صورت خود تکلمی وارد پس زمینه ذهنتان می شود و خود به خود در ذهنتان تکرار می شود. کوری: من این روز در آخرین روزهایی که ویدئوی رویداد رو تماشا می کردم واقعا پاکسازی می کردم، تجربه اش کردم. گاهی که در امتداد خیابان قدم می زنم یک آن به خودم می آیم و می بینم که این جملات بی وقفه در ذهنم به این سو و آن سو می دوند. من به این نتیجه رسیدم که وقتی این جملات ملکه ذهنت می شوند افکار منفی دیگر به ذهن راه پیدا نمی کنند. چه وضعیت آرام و فوق‌العاده است و چقدر عالی که من این فرصت رو دارم تا این کار رو انجام بدم، چون بخش اعظم استرس ما به دلیل نگرانی‌های بیهوده در مورد مسائل متعدد است. ما مدام استرس داریم و قالب تهی می‌کنیم. حال می‌توانیم به شرایط جدید تغییر وضعیت بدهیم. شخص دیگری نامه‌ای نوشته بود و در آن پرسیده بود که چطور می‌تواند خود تکلمیش را با جملات زیبای هوپونوپونو جایگزین کند. اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً همین حالا این کار رو بکنید. سپاس از محبت شما. جو:
اگر حواست هست تکرارشان کن و اگر نه درونت مدام آنها را مثل ضربان میکوبد. کوری: همانطور که الان خودت گفتی وقتی به این جملات توجه میکنی ملکه ذهنت میشه. آیا در مورد خودت متوجه این مسئله شدی؟ چقدر طول کشید تا به مرحله‌ای برسی که افکار به صورت خودکار در ذهنت تکرار شوند؟ یادت هست؟ جو: خیلی کم. نمیگویم این اتفاق یک شبه رخ داد، اما واقعاً سریع اتفاق افتاد. شاید فقط یکی دو ماه. و همیشه یادتان باشد که این کار به سختی مجبور کردن خودتان به باشگاه رفتن یا صد بار پشت سر هم دمبل زدن و امثال اینها نیست. اصلاً با اینها قابل مقایسه نیست. فقط بگویید متاسفم، لطفاً مرا ببخش، سپاسگزارم، دوستت دارم. من هر بار که یادم می افتد این جملات را می گفتم. خوب است در این مورد هشدار دهنده هایی داشته باشید. مثلا این چهار جمله را روی یک استیکر زرد رنگ بنویسید و روی صفحه کامپیوتر یا داشبورد ماشینتان بچسبانید. یا استیکر را بدون نوشته فقط محض یادآوری در آنجا قرار بدهید. چیزهای کوچکی مانند این می تواند شما را راه بیاندازد.